به همت دشت و کوه و صحرا چاک سازم، به همت دشت و کوه و صحرا چاک سازم، چو شاهین خانه بر افلاک سازم. عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما بیننده عزیز. خوشحال هستم که در این قسمت برنامه ما را همراه هستید. از شما دعوت میکنم که تا ختم این بخش هم ما را همراه و همگام باشید. در کنار خود یک تن از قهرمانان را داریم، خوشبختانه هم نوجوان، حالا دیگه در سن جوانی میخوان گام بگذارن، ولی فلسفه یا کارنامه ایشون پر از امتیاز و کاپ و قهرمانی و امثال هم. ایشان هستن فیض احمد جان نظری، عضو تیم منتخب زون غرب افغانستان. قبل از اینکه من سوال داشته باشم، میخوایم که بیشتر روی این رشته که ایشان تحقیق میکنم صحبت بکنیم. چی رشته هست؟ از کدام سال شروع کردن؟ چند سال میشه که روی این رشته کار میکنن؟ و بعد سوالات دیگر پرسان خواهیم کرد. جناب آقای نظری، خیلی خوش آمدید در برنامه. تشکر، زنده باشین. به عرض ادب خدمت تمام مردم رنجیده افغانستان، بالخصوص مردم شریف هرات، یک سلام و خدمت دارم تمام ورزشکاران و دوستان عزیز. فدراسیون بوکسینگ ولایت هرات، به نام خدا بنده فیض احمد نظری هستم، یک تن از جمله قهرمانان وزن 54 کیلوگرم زون غرب افغانستان. بسیار نیک. بیننده عزیز متوجه هستم که ورزشکارا باز هم قشر خود خود جدا میکنن، سلام ویژه‌ای به اونا میفرستن. انشالله که همیشه شاد باشین. آقای نظری، نمیدونم از کدام سال شروع کردین، چند سال میشه در این رشته بوکس کار میکنین؟ مدت 8 الی 9 سال میشه که مرور نمرشه مستنی زیر نظر برادرگل خود استاد جلم جان نظری، مربی تیم منتخب بوکسینگ ولایت هرات تمرین دارم. مدت 8 الی 9 سال میشه که تمرین دارم. بسیار نیک. در این مدت چقدر مسابقه تا سپری کردین؟ از تجربیات خوب بگین. و بهترین مسابقه که مورد رضایت شما بوده کدام سال بوده و چی نتایجی دست یافتی؟ دیگه به این مدت تقریبا 21 مسابقه کردم، شکر از خدا تعالی باخت ندارم، قهرمان وزن خواستم. بهترین مسابقه مسابقه سیزن 97 بود که خوشبختانه چندین بوکسر بود که کپ ستاره از آن خود کردم و بهترین مسابقه من مسابقه سال سیزن 97. در داخل ولایت هرات مسابقات بیشتر شما سپری کردین، یعنی که بیرون از هرات هم رفتین، بیرون از کشور هم رفتین؟ اگر توضیح بدید. داخل هرات هم مسابقات بوده، مسابقات بیرون مرزی هم بوده، مسابقات زون غرب افغانستان هم بوده که برگزار شده. خوشبختانه اولویت از آن خود کردم و مسابقات مختلف بوده. و این کاپا همه از این مسابقات، درسته؟ بله. روان چگونه هست روش که کسی قهرمان میشه برش کاپ میدن، برش نمیدونم تقدیرنامه میدن، چگونه هست در فدراسیون بوکس؟ در فدراسیون بوکس کسی که اول میشه مدال و تقدیرنامه خود داره، ولی با مسابقات سطح بالا که میشه مسابقات جالبتر که میشه کپ هم خود خود داره. بالاخره مسابقات زین غرب میشه، مسابقات تیم ملی میشه، دیگه مسابقات پروفیشنال میشه کپ داره خود خود. و خوشبختانه این آرمان مسابقات سطح بالا از آن خود کرد. بسیار نیک. شما یک تن از کسانی هستیم که 21 مسابقه تا حالا سپری کردیم بدون باخت، درسته؟ درست. تجربه خوبی به دست آوردیم. وضعیت کسانی که در این مسیر میخوان کار دارن کار میکنن چگونه هست در هرات؟ این بوکسرهایی که در هرات هستن آیا به سمت سوی درستی در حرکتن؟ یعنی استادای مربیای خوبی دارن؟ چگونه پیش بینی میکنیم در آینده آیا قهرمانانی میشه که در سطح کشورها ما داشته باشیم از ایرات؟ بله، ما خوب نخبه داریم داخل ایرات، خوب قهرمان ها داریم، دست بالا دست که هر قدر قهرمان باشی یکی از آدم بالاتره. ما خوب نخبه داریم که زحمت میکشه شب و روز، زحمت فکر و ذهنی و توکزی و فقط برای رشته بوکسه و بیترین استادا داریم که شب و روز به خاطر ورزشکارا زحمت میکشم و میکشم انشاءالله. بخیر باشه. آخرین مسابقه شما چه وقت بود؟ چگونه بود؟ میشه که توضیح بدین نتیجیش چی شد؟ تقریبا آخرین مسابقه من یک چند ماه پیش بود که مسابقات زون غرب افغانستان بود، چندین ولایت اشتراک کرده بودم. دیگه خوشبختانه با شکست دادن دو حریف، سه حریف، توانستم مقام اولی رو از آن خود کنم و یک نام پر افتخار به ولایت هرات خود بیارم. چند روز بود؟ کجا بود؟ میشه که روزی صحبت بکنید؟ از نحوه قضاوت کردن داوران در اون مسابقات راضی بودین؟ داوران چگونه انتخاب شد؟ داوران کلی داوران ولایت از ولایت هرات خواسته بودم. دیگه
اونجا مسابقات خیلی مسابقات سطح بالای برگزار شد. با کجا برگزار شد؟ با میزبانی ولایت قندهار بود. قندهار. با میزبانی ولایت قندهار بود که چندین ولایت بود که خوشبختانه توانستم مقام اول کسب کنم. گفتیم دو سه حریف را شکست دادیم، درست؟ بله. روش چگونه هست؟ یعنی شما وقتی که به این وزن خود خود شرکت میکنین، افرادی که اونجا شرکت میکنن همه باید مسابقه با همه افراد بدن، یعنی که نه باید چند نفر میان به فینال بعد بین از اونها مشخص میشه قهرمان کیست؟ دیگه تقریبا وزن خود من شخصا چهار حریف بود. چهار حریف، دو حریف خودم بوکس میکنه، دو حریف میپره، دو حریف میره با فاینال میره. دو حریف که میره با فاینال میره با اونها میزنه، یک از اون اول میشه یک دیوم میشه. بسیاری. تمرینات چگونه است حالا؟ تمرینات فیلان جریان داره، زیر نظر برگرد گل خود تمرین دارم و انشالله هم دیگه مسابقات ملی رو میگیریم. مسابقات آینده هم مشخصه؟ کدام مسابقه در نظر هست؟ اگر هست به کجا؟ به چی تاریخی؟ یا اینکه نه شما روند عادی تمرینات خود داریم سفری میکنیم؟ دیگه همیشه من تمرینات خود ادامه دادم و دارم انشالله و مسابقات انشالله رحمان برج یک و دو مسابقات تیم ملی برگزار میشه و باید کابل سر تا سری مسابقات سر تا سر ولایت اشتراک میکنم و آرزوی موفقیت انشالله از خانتون برگزار. برج یک و دو هم خیلی دور نیست، نزدیکه نه؟ بله تقریبا. تمرین میخواهی که فشرده تر کار باشه؟ صد فیصد. موفقیت بیشتر از شما میخوایم، انشالله که موفق باشین. چه گفتنی داریم برای جوانانی که همین لحظه شما از پرده تلویزیون میبینن؟ گفتنی برم برای جوانان اینه که بیایم ورزش کنم. ورزش برای سطح سلامتیه، ورزش از مواد مخدر دور میکنه، ورزش افتخار میکنه، ورزش نام خود خوب، نام شخص، نام فامیل خوب، بلکه نام ولایت خوب، بلکه نام کشور خوب میتونه به سطح جهان بلند ببره. یک ورزشکار که میتونه نام فامیل و ولایت خوب به سطح جهان بلند ببره. هزی که میرم برای خلاف میرم، میرم برای ورنشینی میکنم، بیام سر بزنم. ورزش خیلی چیزی کار نداره، یک ساعت فقط، شبانه شب یک ساعت بیام وقت خود بگذارم و ورزش کار بگذارم، ببینم به زندگی چی تغییرات میآید. بعضا از فدراسیون ها یا رشته ها حرکاتی در ابتدا دارن، از شما همون تو حرکاتی مناسب به رشته شما هست در شروع برنامه پا؟ بله صد فیصد. ما که داخل کلاب هم داخل میشیم، استاد خورم که میبینیم یک ترام داره، داخل رینگ هم که داخل میشیم یک ترام داره، اونم بوکس. وقتی که داخل میشیم میگیم بوکس، امو آواز رو میدین؟ امو آواز و امو آرومی، یعنی با انرژی بیشتر میدین؟ با انرژی بیشتر میدین. با عارف که رو میشیم چطور؟ با عارف با حساب اخلاق ورزشی، با آروم، با لطف خوش خودی ها امو حرکت رو میمانجام میدین؟ امو حرکات. بله بسیار نیک. بیننده عزیز، من نمیخوام خیال بگم که حرکت انجام بدن، چون یک بار فکر کنن داخل رنگیم واسه اینجا همه با هم نرسه. خب موافقه بیشتر برای شما میخواییم جناب آقای نظری، لطف کردیم که در برنامه تشریف آوردیم. موضوع دیگه میخواستم مطرح کنم اینست که در رژیم غذایی هم ورزشکاران تغییر میه امیرش شما یا خیر؟ بله صد فیصد. خود من شخصا چند وقت یک ماه مسابقه میمونه، رژیم برنامه تمرینی من سیوا میشه، رژیم غذایی من سیوا میشه، کلگی همه چیز من به حساب که آماده میشم برای مسابقه کلگی سیوا میشه. ممنون از شما. اگر کوتاه میکاپر یک دو تا معرفی بکنیم که اینا کدام قرم مسابقات بوده و شما اینا گرفتین و افتخار آوردین به ایران، یک دو تا مورد خود شما انتخاب بکنید کدام یکی؟ کوپر زیاد ولی یک دو سه مسابقه که بود، مسابقات ماجرین ایران آمده بودم و افغانستان. خب از ایران آمده بود؟ بله خوشبختانه توانستم کپ اولی رزان خود کنم. کوپر بوده باشه دیگه؟ فهمی که اوله این؟ بله بسیار نیک. و کپ دوم هم که بود، مسابقات که گفتم مسابقات بین چند بکسر بود، کپ ستاره رو بردیشتم که خوشبختانه طالب پیش منه و مسابقات منتخب کلاب ها دیگه هم کپ ها دیگه هم که بود، مسابقات کلبی و مسابقه ولایتی. تشکر. آخر سوال من این است که آقای نظری، روی ورزشکاران ولایت دیگر با شما چگونه بود از لحاظ اخلاقی؟ خب بالاخره مسابقات که سپری شد، خدای خوب با اخلاق مهمان نواز بیدم با بلغز از مسابقات قبل مسابقات هم بیدم این نشد که داخل رو بیای از امرین که بیروی شدم. خود من شخص هنو معری فاینال متعال با خود نو تماسه خبرگیری هست. خدا هم ممنون از شما تشکر که برای ما تشریف آوردیم. بنده باشیم. ولی بلیم عزیز، ورزشکارا دیگه همونطور ما میگیم که عقل سلیم در بدن سالم، همین تو چیزی میگن نمیگن؟ یه عقل سالم در بدن سلیم. ورزش مایه تندرستی است، واقعا هم همیست. اگر شما با دکتر صاحبا روبرو بشین مطمئنا
اولین صحبتی که دارن میگن به ورزش رو بیارین و ورزش بکنین. حالا رشته‌های مختلف بعضا حرفه‌ای کار میکنن، بعضا میخوان به خاطر سلامتی خود کار بکنن. اما توصیه من اینه که حتما به هر طریقی که میخواییم ورزش بکنین تا اینکه سلامت باشین. تشکر از قهرمانمون جناب آقای نظری که در برنامه تشریف آوردن. سپاسگزار هستم از همه شما که تا این دم بار همراه بودید. این بود برنامه امروز که خدمت شما تقدیم کردیم. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، شما را به خداوند منان میسپارم. شاد و موفق و پیروز باشید.